سلام، من کارنازاریان هستم. امروز اومدیم با یه آموزش جدید، اونم آموزش دامن کلوش پیلیدار. قبلا آموزش دامن کلوش براتون گذاشتم که کامل در مورد تمام نکاتش رو براتون گفتم. الانم میخوایم ادامه همون رو بریم، منتها پیلیدارش کردیم. راستی بعد از اینکه بری پست رو ببینی، ادامه فیلم رو ببینی، لایک رو فراموش نکن. بریم برای آموزش. برای انجام کلوش پیلیدار، دامن کلوش پیلیدار، ما اول نیاز به یه دامن نیم کلوش داریم. دامن نیم کلوش رو من قبلا توی این پست کامل در موردش توضیح دادم که چطوری دامن نیم کلوش رو رسم بکنید. چون برای بار چندمه که داریم در رابطه با دامن نیم کلوش صحبت میکنیم، من دیگه هیچ صحبتی در رابطه نمیکنم و مستقیم میریم سراغ ارموسازی کلوش پیلیدار. میرین چیکار میکنید؟ روی کاغذ این دامن نیم کلوش رو پیاده میکنید. چون میخواییم پیلی بدیم، باید پیلیاش رو پارچه پیاده کنیم. بعد از اینکه این کار کردیم، این قسمت دولای بسته بود دیگه. دولای بسته میشه CF، اینجا که دولای باز بود میشه CB یا همون پشتمون. میان این رو از وسط تا میزنید به این صورت. این دامن رو، این کاغذ الگوی نیم کلوشتون رو از وسط تا میزنید. دقت کردید؟ این تا شدگی که اینجا هست میشه خط پهلوی شما. یه پیلی اینجا میخواییم بدیم، یه پیلی اینجا. چطور وسطش رو پیدا کنیم؟ میاییم این رو به این صورت به وسط میاریم، تا میزنیم از خط CF. اینجا میشه بین CF و پهلومون که یه پیلی اینجا میخوره. این طرف هم میاییم اینجا تا میزنیم و این هم میشه یه برش دیگمون برای پیلی. این خطوطی که ما کشیدیم، ما میخواییم اینجا پیلی اجرا بشه. اول میایم قطعه بندی ها رو، پنل ها رو شماره گذاری میکنیم، چون قراره برش بشه گم نشه. تا اینجا ما هنوز روی کاغذ داریم انجام میدیم، یعنی شما که میخواهید دامن کلوش پیلیدار انجام بدید، تا همینجا باید روی کاغذ پیاده کنیم. تمام این خطوط برش میشه و بینشون برای پیلی عوضمان داده میشه. حالا عوضمان رو چجوری بدیم؟ اینجا خط CF ما هست، دولای بسته هست. برای دولای بسته یعنی یه نصفش این برای یه نصفش طرف مقابلشه. ما اگه بخوایم مثلا برای پیلیمون 4 سانته وزمان بدیم، قطعا برای پیلی پایین باید بیشتر باشه. مثلا اگه 4 سانته، پایین باید 8 سانته وزمان باشه. اگه بالا 5 سانته وزمان دادیم، پایین باید 10 سانته وزمان باشه. میایم چیکار میکنیم؟ برای خط CF نصفش میشه. چرا؟ چون نصفش این طرف، نصفش اون طرف، دولای بسته است. من اگه بخوام 4 سانته وزمان بدم، به اینجا 2 سانته وزمان میدم، به پایین 4 سانته. برای خط بعدی که برش میشه، اینجا من 4 سانته وزمان میدم، اینجا 8 سانته، دو برابر میشه. اینجا هم همینطور 4 سانته 8 سانته وزمان میدم. این قسمت هم 4 سانته و 8 سانته و قسمت آخر که دولای باز بود یا همون قسمت CB بود، چون دولا هست پس نصف میشه و 2 سانته و اینجا هم 4 سانته. حالا میایم این خطوط رو برش میزنیم و میبریم روی پارچه و روی پارچه میایم وزمان ها رو مشخص میکنیم. من اینا رو برش میزنم و ادامه میدیم. فرض کنید که این قسمت دولای بسته پارچه ما هست و این که تکه های الگوی ما، میخوایم این رو روی پارچه پیاده کنیم. اگر این پارچه ما باشه و روی دولای بسته باشه، میاید از این قسمت، از روی دولای بسته که اینجا هست، به اندازه 2 سانت علامت میزنید، از این گوشه هم به اندازه 4 سانت. و این قسمت اولیتون رو طوری کنار پارچه میایید سنجاق میزنید که از بالا 2 سانت، از پایین 4 سانت در واقع فاصله داشته باشه از این دولای بسته. بعد میایید به اندازه 4 سانت از اینجا اندازه میزنید، 8 سانت هم از اینجا اندازه میزنید و بعد قسمت دومتون رو به این صورت وصل میکنید. دوباره از اینجا 4 سانت اندازه میزنید، علامت میزنید، از اینجا هم 8 سانت و بعد تکه سوم، تکه چهارم هم همینطور. این کار انجام میدم، بعد میریم برای ادامه کار. خب ببینید، من اینجا رو 2 سانت، 4 سانت، 4 سانت، 8 سانت عوضمان دادم. اینجا 4، 8، 4، 8، اینجا 2، اینجا 4. بچه این عدد ثابت نیست، شما میتونید عدداتون رو بیشتر بدید. من فقط برای اینکه بخوام یه اندازه‌ای داشته باشم که بهتون نشون بدم، این کار کردم. نکته بعدی که اینه، من الان اینجا رو پارچه نذاشتم، روی الگو گذاشتم. شما رو این قسمت‌های پیلی باید رو پارچه باشه و این تکه ها رو با سنجاق بزنید. زمانی که میخواین رو پارچه گذاشتید، حتما این قسمت‌ها رو چرت یا کلیپ بزنید، هم بالا هم پایین، که بدونید دو طرف لباستون از کجا باید پیلی بخوره.
حتما دقت بکنید. جلو رو هم کلیپ بزنید. پایین رو هم همینطور. اینجوری کلیپ بزنید که خط مرکزیتون رو گم نکنید. هر دو طرف رو کلیپ میزنید. بعد از اینکه این کارو کردید، حالا تکه های پنلتون رو در میارید. الان مثلا اینجا که پنل چسبوندم، اینجا پنل نداره دیگه. زمانی که شما میخواین دوخت انجام بدید، نگاه کنید این پهلوها به اینجا میرسه. دقت کردین؟ به این صورت میشه. حالا شما قبل اینکه این پهلو رو بدوزین، میایین پیدیاتون رو میدین. چطوری میدین؟ قسمت وسط. الان نگاه کنید اینجا یه پیدی شروع میشه. دیدین؟ میام رو وسط میارم، از این سمت میارم سمت وسط. به این صورت. به صورت پیدی دو قلو میخوابونم. این پایین رو هم همینطور. به هر جا که رسید به صورت پیلی دو قلو میام میخوابونم. این سمت رو هم میام به این سمت میخوابونم. به این صورت. یعنی این قسمت که جلو قرار میگیره، دو طرف پیلی باید بیاد وسط و به این صورت بشه. این سمت چطوریه؟ این سمت شما میتونید پیلی دو قلو انجام بدید، یا اینکه این رو بیارید روی این کار و از پهلو به سمت جلو بیارید. به این صورت. این سمت رو هم همینطور، از پهلو به سمت جلو میارید. دیدین؟ اینجا ماله در واقع قسمت جلو میافته. اینجا و اینجا که قسمت پشت میافته، برعکسش میره. یعنی شما از پهلو که اینجا پهلو هست، از پهلو تا میزنید به سمت پشت میبرید. دیدین چی شد؟ مال پشت به سمت پشت تا میخوره، یعنی از پهلو به سمت پشت. برای جلو از پهلو به سمت وسط میاد. این پهلو رو هم میتونید اختیاری به صورت دو قلو یا به صورت تک پیلی به سمت پشت یا جلو طراحی بکنید. با این کارتون میتونید طراحیایی که روی پیلی پیاده میکنید، فقط دقت بکنید بچه ها، این پایینرم علامت زدم، دیدین؟ این پایینرم که علامت زدم باید دوتا با هم تا بشه، یعنی هم بالا هم پایین. هر دوتاش رو شما تا بزنید و سنجاق بزنید و اتو کشی بکنید. با این کار شما میتونید پیلی ها رو راحت روش پیاده کنید. اینم از آموزش امروزمون. امیدوارم از آموزش امروز لذت برده باشید. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.